عناوین اصلی. اجازه همه نمایندگان محترم، لایحه بودجه سال 96 تقدیم مجلس شورای اسلامی. یکی از عوامل جدی فساد تو کشور همین موجی دولتی هست. متاسفانه چون اقتصاد رانتی نفتیه، همه آویزون میشه به مشکل نفت که سعی بیشترش ببرن. لفتولیس هم اتفاق میفته. و اینجا لفتولیس ارقامش کوچیک نیست. جدول 17 از جنجالی ترین بخش های لایحه بودجه است که در چند سال اخیر حرف و حدیث های بسیاری برانگیخته. جدولی که بر اساس آن ده ها مؤسسه خصوصی از دولت بودجه میگیرند. مؤسساتی که هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد و در برخی موارد دقیقاً مشخص نیست این پول صرف چه کاری میشود. توی اینا کسایی مجموعه هایی هستن که اون مجموعه رو شما نمیتونی اصلا سر در بیاری پول برای چی گرفته. ولی نه، حتی حاضر نیستن گزارش بدن. اینقدر ظاهراً پشتوانه قدرتیشون بالاست که خیلی هم خودشونو به این چیزا نمیدونه. هر سال برخی از نمایندگان مجلس تلاش میکنند تا این جدول رو از لایحه بودجه حذف کنند، اما این تلاش ها هیچگاه به نتیجه نرسیده. کمک به برخی مؤسسات غیر دولتی از اوایل دهه 80 به قانون بودجه اضافه شد و در ابتدا فقط شامل چند مؤسسه مهم فرهنگی بود، اما در سالهای پایانی دهه 80 به شکل غیر متعارفی هم تعداد این مؤسسات زیاد شد و هم رقم پرداختی به آنها افزایش یافت. جمع ارقام پرداختی به این مؤسسات در اواخر دولت آقای احمدی نژاد به 900 میلیارد تومان رسیده بود. یه بودجه بسیار عالی، مترقی و سازنده. در سالهای اخیر این جدول انضباط بیشتری پیدا کرده و این رقم به 230 میلیارد تومان رسیده، اما انتقادها به آن همچنان ادامه دارد. برای پیگیری موضوع با بسیاری از این مؤسسات تماس گرفتم و خواستار مصاحبه شدم. برایم مهم بود بدانم آنها چطور توانستند ردیف بودجه اختصاصی برای خودشان بگیرند، لابی‌هایشان چگونه بوده و اساساً چرا دولت باید از میان هزاران مؤسسه خصوصی به تعداد محدودی از آنها کمک کند. بسیاری از آنها حاضر نشدند مصاحبه کنند، اما مسئولان بنیاد حکمت اسلامی صدرا با درخواست من برای مصاحبه موافقت کردند. در تشکیل بنیاد دو هدف اصلی مد نظر بود. یک هدف این بود که ملا صدرا پژوهی و افکار ملا صدرا پژوهش بشه، و دوم اینکه فلاسفه جهان رو با فلسفه اسلامی آشنا بکنه. بنیاد حکمت صدرا مجلات مختلفی در حوزه فلسفه اسلامی منتشر می کند. همچنین تاکنون 20 همایش سالانه درباره آرا و نظریات ملا صدرا برگزار کرده. این بنیاد بیش از 100 کارمند دارد. به میزانی که به نظرم آموزش پرورش داره هزینه می کنه، حالا درصدی هزینه آموزش پرورش اگر ما هم بکنیم، این کاملا توجیه داره. بخش قابل توجهی از مؤسسات فرهنگی در قم فعالیت می کنند. در قم صدها مؤسسه فرهنگی و مذهبی وجود دارد، اما فقط تعداد محدودی از آنها از دولت بودجه میگیرند. برخی از این مؤسسات عملکرد نسبتاً قابل قبولی دارند و در عرصه فرهنگی باری از دوش حاکمیت برمی‌دارند، اما مؤسسات دیگری هم از دولت بودجه میگیرند که معلوم نیست دقیقاً چه کار می‌کنند. درخواست مصاحبه من با مسئولان برخی از این مؤسسات در قم رد می‌شود، اما برخلاف انتظارم مدیران مؤسسه پرتو ثقلین که توسط آیت الله سید محمد رضا مدرسی از فقهای شورای نگهبان تأسیس شده، نه تنها از این مصاحبه استقبال میکنند، بلکه میگویند مدت هاست منتظرند بالاخره یک نفر از آنها سوال کند بودجه را که از دولت میگیرند صرف چه میکنند. آیت الله مدرسی در قم درس خارج فقه اصول می‌دهد و از سال 83 عضو شورای نگهبان است. او در سال 86 مؤسسه پرتو ثقلین را تأسیس کرده و دولت از سال 89 برای آن ردیف بودجه مستقل در نظر گرفته. در سال اول 200 میلیون تومان، اما تقریبا هر سال در مجلس این رقم توسط نمایندگان دو برابر شده و اکنون به 1 میلیارد و 900 میلیارد تومان رسیده.
آیت الله مدرسی با روی خوش از ما استقبال می کند، اما انجام مصاحبه را به مدیران مؤسسه واگذار می کند. برای گفتگو با معاون آموزشی پرتو سقلین به دفتر کوچک و بسیار ساده این مؤسسه که البته هیچ تابلو و نشانی هم بر سر در آن نیست می روم. فعالیت های مؤسسه عمدتاً حول آموزش طلاب در درس دو درس فقه و اصول که حول دروس مؤسس محترم این مؤسس حضرت آیت الله مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان، ایشون دو تا درس دارن در طول روز. اگر آیت الله مدرسی عضو شورای نگهبان نبودند، آیا این بودجه به مؤسسه پرتو سقلین اختصاص پیدا می‌کرد؟ افراد دیگری در حوزه هستند که عضو شورای نگهبان نیستند و این مؤسسات رو دارند. پس بنابراین این بزرگترین دلیل است که عضویت در یک نهاد دولتی منجر به اخذ بودجه نشده است. اگر به سایت مؤسسه مراجعه کنید، عمدتاً درباره آیت الله مدرسی و نظریات و دیدگاه‌های اوست. حتی کتاب‌هایی که توسط این مؤسسه هم چاپ شده، کتاب‌های درسی آیت الله مدرسی است. از طاهری خرم‌آبادی پرسیدم چرا دولت باید رقم‌های هنگفتی را برای ترویج آرا و نظرات یک فرد پرداخت کند؟ باید گفت که آرا و نظرات یک فرد در واقع ترویج پیدا نمی‌کند، بلکه آنچه که در این مؤسسه ترویج پیدا می‌کند رشد بنیه علمی است. فشار شخصیت اجتماعی مثل امام جمعه ها، فشار شخصیت دولتی مثل استاندارا، فشار شخصیت مجلسی مثل نمایندگان و مراجع حتی. از سال 1390 یک دانشگاه جدید به فهرست کمک‌های بلاعوض دولت اضافه شد، دانشگاه عدالت، دانشگاهی که آن زمان هنوز تأسیس نشده و وجود خارجی نداشت. دانشگاه غیر دولتی عدالت در سال 92 از وزارت علوم مجوز فعالیت گرفته، اما در قانون بودجه سال 90 6 میلیارد تومان و در سال 91 6.5 میلیارد تومان بودجه برای آن تصویب شده. دادن بودجه دولتی به بخش غیر دولتی کاملا خلاف فلسفه وجودی اینهاست. اصلا ماهیت اینها در واقع و اون انگیزه‌ای که ایجاد شده اینه که بودجه دولتی نگیرن، یعنی خودشون بیان سرمایه گذاری کنن، بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری بکنه. در سالهای گذشته بارها وزارت علوم از عملکرد دانشگاه عدالت انتقاد کرده و جذب دانشجو توسط این دانشگاه در برخی مقاطع را غیرقانونی خوانده است. واقعا خلاف قانون عمل میکنن. مثلا فرض کنید تعداد مجوز برای دورهایی که بهشون داده میشه کاملا مشخصه، تعداد دانشجویی که باید پذیرش کنن کاملا مشخصه، ولی خب خارج از این چارچوب عمل میکنن. به دفتر دانشگاه در خیابان ولیعصر رفتم. ساختمان کوچک سه طبقه‌ای با سه یا چهار کلاس درس. ساختمان خلوت است و کمتر دانشجویی به چشم می‌خورد. از یکی از دانشجویان می‌شنوم که شهریه مقطع دکترا در این دانشگاه 120 میلیون تومان است. قبل از رفتن به دفتر رئیس به کتابخانه دانشگاه سر می‌زنم. اصلاً شباهتی به کتابخانه ندارد. آن هم دانشگاهی با صدها دانشجوی دکترا و فوق لیسانس. بیش از هر چیز در اینجا کتاب‌های آقای محمد شریف ملکزاده معاون آموزش دانشگاه عدالت به چشم می‌خورد که در حوزه‌های مختلف نوشته شده، از مدیریت گرفته تا سیاست و هنر و روانشناسی. ما مجموعاً بالغ بر حدود 650 دانشجو در مجموعه مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در رشته‌های مختلف داریم. وقتی می‌خوایم به اون مؤسسات دیگه مجوز فوق لیسانس بدیم، کلی چیزایی رو چک می‌کنیم که اینا مثلا فضای فیزیکیشون درست باشه، آزمایشگاه داشته باشن، هیئت علمی داشته باشن، آیا مثلا لیسانسشو دارن که میخوان فوق لیسانس بگیرن، تو اون مقطع مثلا باید سه دوره فارغ التحصیل داده بشن. ما برعکس اصلا شروع کردیم، حتی در ابتدا کارشناسی ارشد هم نداشتیم، فقط دکتری داشتیم. اونها حالا از چه رابطه استفاده کردن، از چه رانتی استفاده کردن، حالا تو دولت گذشته یا هر چی، اومدن مثلا فقط فوق لیسانس و دکترا دارن برگزار میکنن، هم تو سه طبقه مثلا. تو مطمئنی که دانشگاه عدالت و ماست صدرا اینا بشن فایده رو فرنگی رو میرسونن؟ معلوم نیست. بعضی وقتا هم هست که گیرندگان آدم های بزرگی هستن، خصوصا آدم های بزرگی هم بزرگه. مثلا فرمایید وقتی که یک دانشگاهی درست میشه به نام دانشگاه عدالت، این قبل از اینکه شروع بشه جوازشو بگیره اعتبار میگیره، این خیلی بده. دولت و مشخصاً سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اساساً با وجود جدول 17 در قانون بودجه مخالفند، اما اقدامی برای حذف آن تاکنون انجام نشده. چند بار به دیدار برخی از مسئولان این سازمان رفتم و با آنها در این باره حرف زدم، اما هیچ کدام حاضر نشدند رسماً مصاحبه کنند.
یکی از آنها میگوید سازمان مدیریت در سالهای اخیر تنها توانسته این جدول را کوچکتر و منضبط‌تر کند، اما همچنان ردیف بودجه برخی مؤسساتی که عملکرد آنها روشن نیست حفظ شده، شاید به خاطر توصیه‌ها و لابی‌ها. به قول این مقام مسئول، اگر سازمان مدیریت هم حذف کند در مجلس دوباره اضافه می‌شود. ریز شدن در لایه بودجه و بررسی دقیق آن حال و حوصله می‌خواهد که خیلی‌ها ندارند، از جمله نمایندگانی که بودجه را تصویب می‌کنند و به زمائم و جداول پیوستان دقت نمی‌کنند. اما اگر کسی وقت بگذارد و چند صد صفحه را زیر و رو کند، چیزهای عجیب و غریب زیادی در آن پیدا می‌شود، نه تنها در جدول 17 که حتی در جداول دیگر هم موارد حیرت انگیزی وجود دارد که باور کردنش سخت است. به جدول 7 برویم، جدول دستگاه‌های اجرایی. در سال‌های اخیر در جدول 7 بودجه یک سایت خبری شخصی نیز از دولت بودجه دریافت می‌کند. خبرگزاری سلامت. خبرگزاری سلامت یک سایت خبری خصوصی است و متعلق است به دکتر ریاض، نماینده سابق مجلس و معاون پارلمانی سازمان نظام پزشکی. با او تماس می‌گیرم تا بدانم چگونه موفق شده برای سایت شخصی خود بودجه دولتی دریافت کند. پیشنهادی بود که از پیشنهادات صحنه مجلس که معمولا ردیفایی که به بخش خصوصی گاهن کمک و مساعدت میدن، در این خصوص پیشنهادی شد و توی کمیسیون تو ردیف گذاشته شد. من یک سال فقط پارسال رو دریافت کردم و اوائل امسال و سنا، اونم تقریبا درخواستم صرفا در حد یه واحد راستش نسخت بگیری میخواستم با خود تعمیم بکنم برای خبر گذاری. در وهله اول یه 400 تومنی دادن، در وهله دوم اشتباه نکنم 300 تومن بود، همچین چیزی. 300. حالا الان امسال رو هم هنوز دریافت نکردم. مراکزی که گزارش نمیدهند، مراکزی که شما نمیدونید چه میکنه، مراکزی که دستگاه نظارتی شما نمیتواند برود نظارت بکنه، و این پولی که میتونه ده ها جا هزینه بشه میره اونجا هزینه میشه. چیزهای عجیب غریب در قانون بودجه کشور فقط این چند مورد نیست. اگر چند سالی به عقب برگردیم، اتفاقاتی در قانون بودجه افتاده که امثال خبرگزاری سلامت و یا دانشگاه عدالت در برابر آن هیچ است. اتفاقاتی باور نکردنی. به سال 91 برگردیم. مؤسسه فرهنگی آرمان ماندگار سرآمد در سال 90 ثبت شده و سال 92 پروانه فعالیت گرفته، اما در قانون بودجه سال 91 برای آن 500 میلیون تومان بودجه تصویب شده. درباره فعالیت‌های این مؤسسه هیچ سابقه ای وجود ندارد. جستجوهای بیشتر در اینترنت ما را با یک کانون آگهی و تبلیغاتی آشنا می‌کند. در سایت این کانون تبلیغاتی و در قسمت معرفیان گفته شده که این کانون آگهی پیش از این با نام مؤسسه فرهنگی هنری آرمان ماندگار سرآمد فعالیت می‌کرده. من می‌خواستم ببینم چجوری بوده، چجوری بالاخره خانم بنکدار اقدام کردن برای گرفتن این بودجه. من تا اونجا که می‌دونم این تو ردیف بودجه وارد شده، منتها پرداخت نشده، یعنی مثلا وارد مواد چیز قانونی شرکت نشده. الان من سوالم مشخصا اینه، چه توجیهه بالاخره به قول معروف قانونی براش داشتید؟ مثلا گفتید چه کاری ما داریم انجام میدیم که حالا دولت بیاد و 500 میلیون تومان به ما کمک بکنه؟ چه کاری تعریف کردید برای سازمان مدیریت یا برای نماینده مجلس؟ من توجیه که بالاخره من میگم قانون بودجه کشور اسم شرکت مؤسسه شما اومده. شما جواب بدن، من اصلا شما نمیشناسم، نمیدونم از کجا تماس گرفتین. خب فکر میکنم که درست باشه شما بخواید با این اصرار قبلا تماس گرفتین. من ازتون خواستم درخواستتون کتبی بفرستید، ان شاء الله ما بررسی کنیم هم صحت روزنامه نگار بودن شما رو، هم مرکزی که با تحت چه عنوانی دارید کار تحقیق انجام میدید، برای کدوم مرکز دارید انجام میدید. من اگر بخوام جا حضورم بیام خدمت شما و مصاحبه کنم، فردا چه ساعتی میتونم خدمت شما برسم؟ میگم امکان بتونیم حضوری پاسخ کتون باشیم. مؤسسه فرهنگی مردمیاران انقلاب اسلامی هم از جمله مؤسساتی است که در سال 91 ردیف بودجه گرفته، اما هیچ سابقه از این مؤسسه در روزنامه رسمی، سامانه شناسه ملی ثبت اشخاص حقوق کشور و همچنین مؤسسات فرهنگی ثبت شده در وزارت ارشاد وجود ندارد. اما اگر در اینترنت جستجو کنید، به یک همایش انتخاباتی در سال 91 برمی‌خورید که توسط تشکلی با این نام برگزار شده است. همایشی در حمایت از یک نامزد مشهور انتخابات در سالن حجاب تهران. با آقای سید احمد نبوی، فعال سیاسی که در این همایش به عنوان دبیر کل مردمیاران انقلاب اسلامی معرفی شده تماس میگیرم. این معلوم واقعا یک اختلاف انتخاباتی بود در سال 91
تشکیل شد در ریاست جمهوری و تمام شد. توی قانون بودجه سال 91 این تشکل مردم یاوران شما اون موقع 20 میلیارد ریال یا بگیم 2 میلیارد تومان بودجه بهش اختصاص پیدا کرده بوده. ما یه ائتلاف انتخاباتی بودیم که این ائتلاف انتخاباتی جایگاه حقوقی برای دریافت این کمکی که میگید نداشته. درسته. شاید هم به ما ندادن مجوز ثبت رو به دلیل اینکه یه مشابه اسمی وجود داشته. درسته. نه اون من نبودم. بعدم نمیدونم این پول چی میشه، مثلا تو انتخابات هزینه میشه کجا میره کجا میاد. آخرای کمیسیون تلفیق لابی فعال میشن، دو تا هزینه کم میشن، دو هزینه زیاد میشن. هرچه به عقب برگردیم شاهد اتفاقات عجیب تری خواهیم بود. در سالهای پایانی دهه 80 و اوایل 90 تعداد مؤسسات غیر دولتی که برایشان ردیف بودجه خاص در نظر گرفته می شود به یک بار افزایش چشمگیری می یابد. هم تعداد مؤسسات زیاد می شود و هم رقم ها بالاتر می رود. در سال 91 و در زمانی که به دلیل تحریم ها کشور با مشکل تامین منابع مالی مواجه است، بودجه این مؤسسات به 893 میلیارد تومان می رسد. اما عجیب تر از آن، در مسیر تحقیقات و در جریان بررسی مؤسساتی که در سالهای 90 و 91 از دولت بودجه گرفته بودند با پدیده بی سابقه ای روبرو شدیم، مؤسساتی که هیچ ردپایی از آنها وجود نداشت. دانشگاه چشمانداز پارس. جستجوهای ما در اینترنت هیچ نتیجه‌ای ندارد. دانشگاهی به این نام پیدا نمی‌شود. برای اطمینان بیشتر به سامانه شناسه ملی ثبت اشخاص حقوق کشور مراجعه می‌کنم. مشخصات همه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات ثبت شده دولتی و غیر دولتی و به طور کلی همه اشخاص حقوق کشور در این سامانه وجود دارد. ملاک اعتبار هر مؤسسه و یا شرکتی وجود اطلاعات آن در سامانه شناسه ملی است. هیچ مؤسسه آموزش عالی و یا دانشگاهی به نام چشمانداز پارس در این سامانه ثبت نشده. به روزنامه رسمی کل کشور مراجعه می کنم. روزنامه که آگهی تأسیس هر شرکت، مؤسسه و یا دانشگاهی در آن ثبت شده. اما باز هم نامی از دانشگاه چشمانداز پارس وجود ندارد. با وزارت علوم تماس می گیرم و از آنها می خواهم فهرست کلی دانشگاه دولتی و غیر دولتی در ایران را در اختیارم قرار دهند. فهرستی از 360 دانشگاه. دانشگاهی به نام چشمانداز پارس در میان آنها به چشم نمی خورد. هیچ سابقه و ردپایی از بنیاد قانون در روزنامه رسمی و یا ثبت شرکت ها پیدا نمی شود. جستجوی بنیاد قانون در اینترنت نیز تنها یک پاسخ دارد. یک دفتر وکالت. من شماره شما را از روی سایتتون پیدا کردم. خواهش می‌کنم امرتون چیه؟ بگید من می‌تونم کمکتون کنم. در سال 91 یک ردیف بودجه در قانون بودجه کل کشور است به نام بنیاد قانون. میخواستم ببینم شما این بودجه رو گرفتید، این ردیف بودجه متعلق بشه بنیاد شماست؟ نه خیر، نه ما از تأسیسش ثبتش 93 بود. اصلا قاعدتا ما نبودیم. مؤسسات بودجه بگیری که وجود خارجی ندارند فقط به این دو مورد خلاصه نمی‌شوند. مؤسسه باب نجات با 2 میلیارد تومان بودجه، مؤسسه فرهنگی مذهبی ابوالفضل عباس با 500 میلیون تومان، مؤسسه مطالعات حقوقی پیشرفت و عدالت با 1 میلیارد تومان و مؤسسه نرم افزاری صادق الائمه با 500 میلیون تومان بودجه از جمله دیگر مؤسساتی هستند که در سال 91 برایشان بودجه تصویب شده. مؤسساتی که نتیجه جستجو درباره آنها چه در سامانه شناسه ملی ثبت اشخاص حقوقی کشور، چه در روزنامه رسمی و چه در منابع رسمی دیگر تنها یک چیز است: هیچ نتیجه یافت نشد. با آقای بحرینی، مسئول وقت جدول کمک به مؤسسات غیر دولتی در دولت گذشته تماس میگیرم و از او میخواهم اطلاعاتی درباره این چند مؤسسه‌ای که وجود خارجی ندارند به ما ارائه کند. آقا همین خودشون به قول خودتون میگی من اسمشون رو نشنیدم ولی تو لایه بوده. در همون سال 91 مقام بالاتر از شما که مسئول این بخش بوده رو اسمشون چی؟ آقای مومبینی، معاون وقت بودجه سازمان مدیریت تماس میگیرم و درخواست مصاحبه میکنم. او میپذیرد، اما روابط عمومی سازمان مدیریت به دلایل نامعلومی این مصاحبه را لغو میکند. با آقای شاهرخ‌شاهی، کارشناس وقت سازمان مدیریت تماس میگیرم، از او میخواهم در این باره توضیح دهد. درست.
با توجه به حضور شما تو این بخش، این ردیف دادن به این مؤسسات فرهنگی از همین طریق این شورایی که میفرمایید بوده؟ من حضور داری ندارم، حتی که با بگم خدمت ما لایه دولت برخواست مثلا در دولت های احمدی نژاد اصولا می افتاد و اواخر سال درست. مثلا ما پایان برنامه ما پیشنهاد داده بودیم یه به صدا یکی از مؤسسات یه میلیارد دو میلیارد تو لایه برای پول اومده بود و جالبی بود که یک یا دو اسفند تازه اساسنامه تصویب شده بود عجب بودجه ما دچار بی‌انضباطی مالی هست، کنترل خوب نمیشه، نظارت خوب نمیشه. ما باید بودجه‌مون شفاف بذاریم مردم ببینن. حیف و میل زیاد میشه. اگه نظارت نیست در این اتاق شیشه‌ای رو ما باید ایجاد بکنیم. من وقتی بدانم در 100 تا مراجعه کننده من یک نفرشون پیدا خواهد شد جدول 17 رو از من بپرسد، دستا خیلی فرق می‌کنه. باید از یک حجمه افکار عمومی استفاده کنیم. این اطلاعات باید به بیرون بیاد، مطالبه عمومی بشه که یعنی چی شما به این مراکز پول میدهید. یک فهرست بلند بالایی بود، فهرست 17 که دستگاه‌های مختلف فقط پول می‌گرفتن از ما. ما اول سال بهشون پول میدادیم، یه روزم اگه دیر میشد اعتراض میکردن که چرا دولت پول ما رو نداده، چرا دیر داده. بعد میگفتیم این پول کجا صرف کردید؟ میگفتن به شما ربطی نداره، پولی دادید به ما، خداحافظ شما، ما هر جا میخواییم صرف میکنیم. حالا من نمیخوام اینجا گله کنم بگم بعضی از اون پولا صرف تخریب دولت میشد. مردم دارن مقایسه میکنن، میگن فلان دستگاه فرهنگی اینقدر میلیارد تومان بودجه براش گذاشتید. باید گزارش بدن به مردم، بگن این پول چه کار کردن، از کجا آوردن، کجا خرج کردن. باید بریم تو اتاق شیشه‌ای، باید نورافکن رو ما باشه. به وزیر اقتصاد و به خزانه دستور میدم از سال 97، از سال آینده، هر بودجه‌ای که به هر دستگاهی تخصیص میده یا پرداخت میکنه باید بلافاصله در سایت اعلام کنه، همه مردم بدونن. بودجه مظهر تعارض و توافق است در کشور. تجسم و تجسد واقعی نظام قدرت در کشور بودجه است. با شفاف کردن بودجه مردم و همگان می توانند بفهمند روابط قدرت در کشور چیست. وقتی میگم روابط قدرت، راجع به چیز بد صحبت نمی کنم، ما دارم راجع به یه واقعیت صحبت می کنم. در طول زمان این ردیف های بودجه پا پیدا کردن، پادار شدن به قول برنامه بودجه یا. یعنی اول یک کسی با لابی، با فشار، با تماس، با توافق اومده و یک بندی در بودجه باز کرده به عنوان کمک به فلان مؤسسه. توش هم اول 10 میلیون تومان گذاشته بودن. 10 میلیون تومان یعنی هیچی. بعد به تدریج این رشد کرده اومده. هر رئیس جمهوری فکر میکرده که دوستانی داره که باید تقویت بکنه، اومده با سازمان برنامه توافق کرده، یه ردیفایی رو برای یه حمایتهایی به اسمایی گذاشتن توی بودجه. خب این بودجه‌ای که ما الان باش مواجه هستیم، هر ردیفش پدر مادر داره. هر ردیفش، شما فرمودید قبیله، هر ردیفش یه قبیله پشتشه. حالا بعضیش قبیلهاش کوچیکتره، بعضیش قبیلهاش بزرگتره، بعضیش قبیلهاش قبله هم دارن. بسیار بزرگ و بسیار قدرتمندن. حالا شما میخواید وارد بشید در بودجه. وقتی شروع میکنید به کار کردن با بودجه، به مسابقه کار حرفه‌ای میگم، این که میگم شما بهتر از قبلیاتون باید باشید اینجاست. اگر من جای شما بودم دوره بودجه خونی میذاشتم تو دانشکده فنی.
وقتی بودجه رو مطالعه میکنید به روابط قدرت و توانایی چانه زدنها پی میبرید. جریان آموزش و پرورش کشور یه جریان بسیار بزرگ در موضوع بودجه است. اگر شما این ساختار آموزش پرورش رو پذیرفتید، این نظام مدرسه داری رو پذیرفتید، بودجهش هم همینه، یک ذره هم نمیتونید بهش دست بزنید. اگر شما این صدا و سیما و این ساختار صدا و سیما رو پذیرفتید، باید از بودجه عمومی 1800 میلیارد بهش بدید، 2000 میلیارد هم اجازه بهش بدید آگهی بفروشه، همینی باشه که پخش میکنه. اگر شما پذیرفتید که دانشگاه‌های دولتی همینی باشه که هست، با پردیساش، با شبانه‌هاش، با دانشجوهای دکتری پولیش، با همه چیزایی که پذیرفتید، اگه اونا رو پذیرفتید همینه که هست. اما شما پذیرفتید، شما میگید نه ما که نبودیم، من چه میدونستم؟ یه نظام نمایندگی وجود داره، اون نظام نمایندگی مجلسه. اگر شما پذیرفتید که مجلس انتخاباتش همین باشه، مدل نمایندگیش همین باشه، رابطه مجلس و دولت در بودجه همینی باشه که هست، سال گذشته 26 هزار میلیارد تومان مجلس بودجه رو اضافه کرد. داریم راجع به همین مجلس حرف میزنیم، نه چیز عجیب غریبا. وقتی اضافه میکنه منبع که نداره که. بعد که شروع میشه به هزینه کردن، شما میبینید در حوزه رفاهی که شما نیاز دارید دستتون کاملا بسته است در حوزه رفاهی، اما یه جای دیگه ای به هزارها اسم از همه اینا استفاده شده برای اینکه یه عده‌ای بتوانند در عین اینکه بازنشسته هستند، در عین اینکه بازنشسته اداری هستند، در عین اینکه بازنشسته سیاسی هستند، بتوانند حامی پروری کنند. این وجود داره. شما میخواید برید با این برخورد کنید، میبینید در مجلس شما رو میزنند. شما میخواید برید بودجه یه جایی رو که قبول ندارید یا درست نمیدونید یا فرض میگیرید من از مردم رأی گرفتم برای اینکه پول به اینا ندم، میخواید برید اینو بزنید. کل بودجه دولت رو، کل بودجه کشور رو به اسارت میگیرند، به گروگان میگیرند تا تکلیف اون یه ردیف معلوم شه. این واقعیت قدرته. این حرف ها رو شروع کردیم به زدن. پارسال اولین بند این حرف ها زده شد. گفتن یه جدولی هست در ضمن، اسمش جدول 17 است. شما یه نگاهی لطفاً مردم به این جدول 17 بندازید. نتیجه کاری که انجام شد حذف جدول 17 بود. درسته؟ پولش هم نیست؟ پولش هست. جدولش نیست. چیکار کردن؟ اینا رو توضیح کردن. این ور اون ور اون ور. دیگه شما نمیبینیش. ولی هست. این مربوط به این دولت و اون دولت، این مجلس و اون مجلس نیست. ما نیاز به اصلاحاتی داریم که بخشش رو این دولت انجام داده، بخشش رو باید دولت بعد انجام بده، بخشش رو باید دولت بعد انجام بده. ببخشید.